با یک ویدئوی دیگه از کانال دلتا مدیا در خدمت شما عزیزان هستیم. علت مرگ آزاده نامداری و نتایج تحقیقات تا صبح امروز و همچنین تصاویری از محل زندگی و منزل زنده یاد آزاده نامداری و همچنین حرفای آزاده نامداری با مردم در زمان حیاتش. اگر علاقه من به دیدن این ویدیو و جزئیات بیشترش هستید، لطفاً از همینجا روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله را هم فشار بدید تا بیشتر از بقیه از ویدیوهای جدید ما مطلع بشید. آزاده نامداری، مجری مشهور صدا و سیما که ممنوع التصویر شده بود، درگذشت. خبر درگذشت آزاده نامداری یکی از شوکه کننده ترین خبرهای سال 1400 و یکی از مرموزترین صحنه هایی برای تیم جنایی پلیس و دادستانی بود. پیکر بیجان آزاده نامداری، مجری سابق تلویزیون، پس از پیدا شدن در خانه‌اش برای تشخیص علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شد. حبیب الله صادقی، بازپرس کشیک قتل دادسرای جنایی تهران، با اعلام این خبر توضیح داد بررسی صحنه فوت آزاده نامداری به پایان رسید، اما هنوز دلیل مرگ مشخص نیست. و اما آنچه که مشخص هست این هستش که آزاده نامداری به هیچ عنوان خودکشی نکرده و بر طبق آخرین اطلاعات آزاده نامداری باردار نبوده. البته این رو پزشکی قانونی اعلام کرده و منتفی شده که آزاده نامداری به قتل رسیده یا خودکشی کرده و یا باردار بوده. و روی جسد هیچ آثاری از ضرب و شتم و کبودی و خونریزی حتی ناشی از حادثه از جمله زمین خوردن ناگهانی وجود ندارد. اما کالبد شکافی جسد آزاده نامداری انجام شد. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران اعلام کرد تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایشات سمشناسی و آسیب شناسی است. تکذیب بارداری مجری سابق صدا و سیما. دکتر مهدی فروزش در گفتگویی اعلام کرده که پس از اعلام کشف جسد، پزشکان پزشکی قانونی در ساعات اولیه در صحنه فوت حضور پیدا کردند و ضمن بررسی صحنه و معاینه جسد نسبت به تهیه گزارش و اعلام آن به مرجع قضایی اقدام خواهند نمود. او با بیان اینکه جسد به پزشکی قانونی منتقل شد و امروز صبح مورد کالبد شکافی قرار گرفت گفت در معاینه ظاهری و کالبد شکافی صورت گرفته علائم و شواهدی از آثار و ضرب و جرح یافت نشد. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران تصریح کرد تعیین علت فوت منوط به حصول نتایج آزمایش‌های سمشناسی و آسیب شناسی خواهد بود و طی روزهای آتی به مقام قضایی اعلام می‌شود. دکتر فروزش خاطر نشان کرد بر اساس معاینه ظاهری و کالبد شکافی صورت گرفته توسط متخصصان پزشکی قانونی هیچ گونه آثاری از بارداری یافت نشد. مدیر کل پزشکی قانونی در پاسخ به سؤالی در خصوص کشف مقداری قرص از خانه آزاده نامداری و آیا اینکه این قرص ها نشانی بر خودکشی او بوده است گفت این موارد باید پس از بررسی آزمایش ها مشخص شود. ما احتمال هر موضوعی را می دهیم. در بعد به معاینه و کالبد شکافی هیچ گونه اظهار نظری درباره نوع ماده نمی دیم. آزمایش ها را انجام می دیم تا بتونیم به جواب سوالات برسیم و در همین راستا اظهار نظر درباره نوع ماده یا داروی مصرفی در حال حاضر زود است و باید ابتدا نتایج گرفته شود و سپس به مرجع قضایی اعلام کنیم. دوستان عزیز، این گزارش مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران بود که در ابتدا اعلام کردند آزاده نامداری خودکشی نکرده و سپس گفتند آزاده نامداری باردار نبوده و آزاده نامداری به قتل نرسیده و الان اعلام میکنند باید منتظر نتایج آزمایشات سمشناسی باشیم. اما واکنش آقای پرویز پرستویی در پی درگذشت آزاده نامداری. پرویز پرستویی با انتشار یک پست اینستاگرامی اینچنین نوشت: دختری و مادر فرزندی از جهان هستی رفته و از الان پیکر بیجانش دوباره ملعب بازی ناجوانمردانه ما مجنونان مجازی شده. کاش حداقل الان روح جدا شده از پیکرش را آسوده بگذاریم و بعدتر از آن لحظه بیاندیشیم به روح و روان فرزند به جای مانده‌ای که به جای زمزمه دلنشین مادر در این ایام
هول و ناباوری و بیپناهی عقده‌های متعفن کارشناسی امثال من درباره عزیزترین از دست داده را می‌شنود. اوف بر من و آن تفکر همیشه خرسند از مشکل دار شدن دیگران. واقعا تأسف اصلی نه بر آزاده نامداری بلکه بر انسانیت از دست رفته خودم. دوستان عزیز، قضاوت نکنیم. قطعا روح پاک آزاده نامداری هم راضی به چنین قضاوت هایی در پی درگذشت او نیست. آزاده نامداری در گفتگویی اعلام کرده که میتونی پیدا بکنی که همه میرن بتونن که اصلا شرمنده باشن، میرن مصاحبه میکنن و به شدت بعد تو میگن. این چه نشونه چیه؟ نشونه اینه که ما اون وجب و حیا، اون احترام به همکارمون از دست دادیم. اما آخرین گفتگوی آزاده نامداری با آقای صمدپور، یکی از خبرنگاران جنجالی کشورمون، شاهین صمدپور با چتی که با آزاده نامداری داشته از او در رابطه با شرایط روز مملکت و حال و هوای این روزهاش پرسیده بود. شاهین صمدپور خطاب آزاده نامداری نوشته بود: من مطمئنم نیت تو خیره، الان دیگه دیره؟ و آزاده نامداری در پاسخ آقای شاهین صمدپور نوشته بود: من فقط میخوام راحت باشم، من مثل بقیه نیستم که بگم گور بابای مردم، برام تا حدی مهمه و حقیقت اون نبود و دلم میخواد زمان منو درست قضاوت کنه. و آقای شاهین صمدپور با منتشر کردن چت خصوصیش با خانم آزاده نامداری نوشته بود: دیدم بعضی جاها درباره خودکشی آزاده نامداری نوشتن. آزاده منو برادر خودش میدونست، هر وقت میخواست کاری بکنه زنگ میزد با من حرف میزد. همین چند روز پیش زنگ زد، کلی حرف زدیم. در مورد آزاده حرف زیاد دارم. روحش شاد. دوستان عزیز، لطفاً به شایعات توجه نکنیم. فقط نگیم آزاده نامداری خودکشی کرده، چون اصلاً این ماجرا فعلاً حقیقت نداره و آزاده نامداری شخصیتی نداشت که بخواد این کار رو بکنه. حتی بسیاری از سلبریتی ها و بسیاری از همکاران خانم نامداری که یکی از منتقدان خانم نامداری در زمان حیاتش بودند، با خبر شنیدن درگذشت خانم آزاده نامداری و خبر خودکشی خانم آزاده نامداری بسیار دلشون سوخت و اظهار تأسف کردند و از مردم تقاضا کردند که این خبرهای کذب را منتشر نکنند. یکم به فکر خانواده نامداری و دخترشون گندم باشید. متاسفانه خود خبرگزاری های رسمی داخل کشور هم خبر خودکشی آزاده نامداری رو در همون لحظات ابتدایی با قاطعیت کامل منتشر کردن و انگار اطمینان داشتن که آزاده نامداری این کار کرده. همین خبرگزاری های رسمی باعث شدن بسیاری از خود کانال های خبری مثل خود ما و همکاران ما هم خبر خودکشی آزاده نامداری رو منتشر بکنیم، که بعداً در پایان خبرهامون این خبر رو تکذیب کردیم. روح آزاده نامداری شاد و یادش گرامی.